آیا وقتی خامنه ای گفت عدم مشارکت گناه کبیره است، انتظار چنین واکنشی را داشت؟ به عنوان یه فرد 27 ساله رنگ نمیدم و از هر چی تو اون سیستم متنفرم و از شما میخوام کلن رنگ ندیم. من به عشق خون شهیدان آبان 98 رنگ نمیدم. من به عشق دشتی ها، هشمدار، انصاری فرد، عبداللهزاده و و و و هزاران کشته آبان 98 رنگ نمیدم. در انتخابات شرکت میکنن، دیگران را هم دعوت کنن به شرکت. لطفاً انگشت در خون شهدای آبان نزنید. زنده ام به عشق نابودی جمهوری آخوندی. زنده باد ایران و ایرانی. آهاد مردم، اونها رو دعوت کنید. تو انتخابات شرکت میکنی؟ نه، انتخابات شرکت نمیکنم. نه، من رای اولی هم هستم ولی رای نمیدم. انتخابات شرکت میکنی؟ به هیچ عنوان. اینو انتصابات هستن، اینو قبول نداریم. از قبل تعیین شده همه اینا. به هیچ عنوان مشروعیت هستن. اصلا اینا انتخاب شده ما نیستن، نبودن، نیستن و نخواهم بود هر دو. به هیچ عنوان ما اینو رو قبول نداریم. برم دوشنم ما. وقتی خامنه‌ای و رفسنجانی رئیس جمهور این مملکت بودن چه گلی به سر مردم زدن که الان جلاد سال 67 با 6 کلاس سواد میخواد اون گلو بر سر مردم بزنه. عدم حضور در انتخابات در بعضی مقاطع چه بسا گناهی باشد در رأس گناهان کبیره. برادر مسعود در یک جای بیانیه به خوبی حرف دل مردم ایران زد و فرمودند اگر تحریم انتخابات قلابی در دیکتاتوری سلطنتی و استبداد دینی گناه کبیره است، فرزندان ایران با آن افتخار میکنند. بله، ما مردم ایران به این افتخار میکنیم. آیا خامنه ای با تمام بانها و امکاناتش راه کاری برای مقابله با این شرایط انفجاری دارد؟ برادر مسعود، پیامت رو شنیدم. اسم من را در مؤسسان پنجم ارتش آزادی بخش ملی بنویس. زنده باد آزادی. حاضر، حاضر، حاضر.